بسم الله الرحمن الرحیم. با ذکر ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم برنامه ی روشنا را آغاز میکنیم و تقدیم میکنیم به یک یک شما هموطنان عزیزم در هر جایی که هستین. امید دارم که همراه ما باشین تا آخرین لحظات و با یک آرامش کامل بیننده برنامه ی روشنا باشین. بیننده های عزیز، ذکری که در شروع برنامه خدمت شما عزیزان بیان کردم ذکری است که آرامش دهنده دلها و قلب هاست. آرزو میکنم که یک یک دلها و قلبهای شما عزیزان بیننده مملو از آرامش باشه و با یک آرامش زیبا بیننده برنامه خودتان باشین. خب، همراه شما هستیم در یک روزی از پنجشنبه و این روز ما در رابطه با آرامش صحبت میکردیم. همراه با خواهر خوم و خانم حسنزاده در استودیو هستیم و میخوایم ببینیم که آثار آرامش در زندگی ما و شما چی میتونه باشن. پس همراه ما باشین. سلام عرض میکنیم خانم حسنزاده. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همچنین آرزو دارم که بینندگان عزیز در هر کجا که برنامه رو میبینن سالم و تندرست باشن و زندگی به همراه آرامش و موفقیت در کنار خانواده های عزیزشان داشته باشن. بسیار عالی، تشکر میکنیم و ای که به هر حال امروز هم در استودیو تشریف آوردین و صحبت ها را با اتفاق بیننده های محترم گفتگوی امروز ما را پیش ببریم. و اما آثار آرامش در خانواده، ما در رابطه با آرامش صحبت‌های بسیار زیادی داشتیم و شما هم بسیاری از مطالب را به خوبی و زیبا برای بیننده‌های خوب ما بیان کردین و حالا میرسیم به آثار آرامش در زندگی. میخوایم ببینیم که اگر ما آرامش در زندگی داشته باشیم این آرامش آثارش چی هست و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در زندگی ما. بله، همونطور که شما فرمودین موضوع برنامه ما آرامش در خانواده که در جلسات قبل نقش آرامش در تحکیم خانواده، عوامل و تقویت ایجاد آرامش در خانواده رو بیان کردیم و گفتیم چه مواردی باعث میشه آرامش رو در خانواده به هم بخوره و آرامش از خانواده بره و نقش والدین رو در جلسه قبل در آرامش گفتیم. اما این جلسه که میخوایم آرامش آثار آرامش در خانواده رو بگیم، آثار زیادی در آرامش در خانواده داره و حتی همین آثار هست باعث میشه که انسان خودش تشویق بشه به این که آرامش رو در خانواده خودش حفظ کنه. اول موردی که میتونیم از آثار آرامش در خانواده بیان کنیم لذت بردن از زندگیه. بله. چون لذت بردن از زندگی ممکنه بعضیا فکر کنن در کنار مادیات میتونن از زندگی لذت ببرن، ولی ما در اینجا میگیم نه، مادیات آسایش رو داره ولی دوست. آرامش در یک جای دیگه. بله. علت این که بیشتر افراد کمتر آرامش رو در زندگی خودشون احساس میکنن و به آرامش درونی کمتر میرسن این است که زندگی رو اشتباه میرن، یعنی دنبال او آسایشه میرن که نباید برن و بیشتر باید روشی رو در نظر بگیرن که این روش نه هزینه زیادی داره نه مثلا بعضی ها فکر کنن وقتی با آرامش میخوان برسن باید نزد یک پزشکی برن و با او روانشناس چیزی صحبت کنن و مشاوره بگیرن، در صورتی که ما میگیم نه، این راههایی که انسان میره خب شاید راههایی باشه که کلیشه‌ای باشه، راه اصلی نباشه. راه اصلی اینه که انسان ذات خود تغییر بده. یعنی همه چیز وقتی انسان در زندگی با آرامش برسه و از زندگی خود لذت ببره به دست خود انسانه. خب حالا میگن به چه صورت بخواین خود درون خود انسان اصلاح کنه. ما در جلسات قبل گفتیم چشم هم چشمی های ریاست طلبی، بله بله. مثلا وابستگی به دنیا، حرص طمع مال داشته، اینها باعث میشد که آرامش از زندگی انسان بره و انسان باید به این نتیجه برسه که اینها ارزشی ندارن. ارزش وقت زمان انسان پیدا میکنه که اون نعمت الهی آرامش رو داشته باشه. بله. و همیشه ما انسان‌ها باید به دید یک نعمت نگاه کنیم آرامش دیدن را. به دید یک نعمت. آره. بسیار عالی. چون این نعمت الهی خیلی در انسان‌ها ممکنه وجود داشته باشه ولی انسان‌ها اون توجه نکنن، از کناری به راحتی رد بشن. ولی یک انسانی که آرامش داشته باشه و او رو به دید نعمت نگاه کنه دیگه نگران کارهای روزمره خونیه که مثلا در آینده خواه چی شد، مثلا به چی مشکلاتی رو دارم، چی جوری مشکل
مشکلات من برطرف خواهد شد. بلکه حتی این فرد میتونه با جملاتی آرامش داشته باشه و حتی رفتاری که دارای آرام هست به دیگران هم این رو انتقال ده، مثلا در خانواده خودش، به همسر خودی، به فرزندان خود، خود این آرام بودن و آرامش خود رو به اونها هم انتقال بده. دقیقا، به خصوص اگر پدر یا مادر باشه که کلن وظیفه‌ش هست که ما گفتیم در برنامه قبل که این باید انتقال داده بشه. و حتی بالاتر از اون ما میتونیم بگیم که این آرامش رو میتونه به افراد جامعه انتقال بده. حالا مثلا ممکنه سوال کنن بینندگان محترم که به چه شکل باشه. مثلا فرد وقتی که آرام هست، یک آرامش درونی در او وجود داره، وقتی از خانه بیرون میایه، مثلا حالا کار ساده به نانوایی میره که یک نان تهیه کنه، خب وقتی که این نان رو میخره با اون نانوا، حتی با گفتن یک خدا قوت یا گپ و گفتگویی که با میکنه، این میتونه آرامش رو به انتقال بده. اگه برعکس این فرد ناآرام باشه، وقتی که میره عجله داره، سرعت در کارهای خود داره و همه کارها خود ما سری انجام بده، در صورتی که کارها هم سری انجام نمیشه، چون این آرامش و هیجان و استراب و استرس از این میذاره او کار به راحتی انجام بشه، باشه آزار اذیت چند نفر دگان میشه. ممکنه حالا در محل کار باشه که فرد میره، یا دانش آموزی است که به مکتب میره، خب این فرد اگه آرامش داشته باشه باعث میشه که همین دانش آموز به بقیه همسینفی های خود خود آرامش بده و حتی میتونه این انتقال دادن آرامش انرژی مثبتی هم به اونها بده که در کارهای خود خود و بقیه و اطرافیان موفقیت رو مشاهده کنم. خب ما میگیم که وقتی افرادی رو ما ببینیم که چنین راحت هستن و هیچ مشکلی فکر میکنیم اینا ندارن، میگیم که شاید فکر کنیم پیش خود خود که هیچ غم غصه عالم اینها رو هیچ وقت حاله ندیدن، همه گرفتاری ها برای ماه. وقتی که ما همه فرد آرامی به داخل زندگی واقعی او توجه کنیم، میبینیم چقدر مشکلات داره و چقدر مشکلات ممکنه حتی از مشکلات معنوی بیشتر باشه، ولی این فرد اون مشکلات رو با صبر، با رضایت مندی که از زندگی داره و با برنامه ریزی خود خود تلاش میکنه که این مشکل رو برطرف کنه و یه که در درون خودش و برای خودش رو حل کنه، برای افراد جامعه یا خانواده خودش انتقال نده، انتقال نمیده. این گپ بسیار اهمیت داره، چون ما معمولا در داخل خانه و خانواده که هستیم کوشش میکنیم که او عصبانیت خود ما، او استراب و استرس خود ما را بیرون کنیم از وجود خود ما، روی اولادا، روی همسر، روی افراد جامعه. و این کار اگر همه این کار انجام بدن، اگر فکر میکنیم که چی اوضاعی پیش میاد، همه مضطرب، همه استرسا و همه دچار خانه نارامی. بله، نارام هستن همه، نارام هستن. ولی این فردی که ما میگیم آرامش داره، این یک اعتقادی داره. ما مثلا فصلهای سال رو در نظر میگیریم که شبیه فصلهای سال، که یک فصل میره فصل دیگه میایه و این فرد هم این در زندگی خود همیشه داره. اگه امروز ما مشکلی دارم، فردا استراحتی، فردا تجدید حیاتی وجود داره برای من، پس زمستان تا ابد باقی نمیمانه. اگه زمستان امروز، اگه مشکلی امروز، اگه سیاهی امروز در زندگی من، بهاری هم در پیش است و باعث میشه که این بهار به زندگی من امید بده و من تلاش کنم که این استرس و استراب رو از خود دور کنم. بله. خب ما همونطور که گفتیم، همونطور که در زندگی سراشیبی هست، سربالایی هم میگیم وجود داره. چون انسان همیشه در سربالایی باشه، یعنی همیشه در موفقیت باشه، همیشه در آرامش باشه، باز هم یک کمبودی در خود احساس میکنه، چون اون سراشیبی ها هست که انسان رو باعث میشه که آرام کنه. میگم حالا میگیم چیکار مثلا ممکنه بکنه، میگیم آسایش، ما گفتیم رفاه و آرامش نمیاره، بلکه باعث میشه که حتی بعضی از اوقات آرامش رو از انسان بگیره. بله بله، ما حدیثی داریم که وقتی که انسان آسایش داره، اینه که خدا رو زیاد یاد کنه و بیاد خدا باشه، و وقتی که به این شکل باشه، خدا هم در گرفتاری و سختی انسان رو میشناسه. این خیلی مهمه، در هر شرایطی ما بیاد خداوند باشیم، چه زمانی که در عمق آرامش و آسایش هستیم، چه در زمانی که در مشکلات و سختی ها هست. احسن. معمولا ما انسان ها جوری هستیم که وقتی آسایش داریم، آرامش داریم، همیشه یاد خدا رو فراموش میکنیم. ولی خدا نکنه یک مشکل اقتصادی داشته باشیم، یک مشکلی
مریضی اولاد باشه، اینها باعث میشه که انسان همش بیاد خدا بره و باعث میشه که توجه ما به خداوند و عبادت ما با خداوند بیشتر بشه. ما داریم که وقتی که آسایش داری، از نعمتهای الهی مثلا داری، مشکل اقتصادی نداری، اونجا هم به فکر خداوند باش و شاکر خداوند باش، هم در گفتار خود هم در اعمال خود. حالا ممکنه بپرسن در اعمال به چه صورت باشه؟ یکی انفاق آدم انجام بده، علاوه بر که شکر خدا رو میکنه، از او دره خوب به او افرادی که ندارن یک کمک بکنه. خب موضوع دیگه که آرامش رو به خانواده باعث میشه که برگردان و از آثار آرامش در خانواده هست، روابط سالم و صمیمی بین اعضای خانواده. یک خانواده که پدر و مادر اونها آرامش داشته باشه، مطمئنا میتونن فرزندان رو به شکل صحیح تربیت کنن. بله، ما مثلا کودکانی که دور از اختلاف خانوادگی رشد میکنن و اعتماد به نفس دارن، امنیت بیشتری دارن. یعنی این فرد وقتی که از خارج از خانه با مشکلی برخورد پیدا میکنه و میگه که من پشتبان و تکیه‌گاهم داخل خانه هست، یعنی مشکل من رو با کمک پدر و مادر رفع میکنه. ولی پدر و مادر خود نا اختلاف داشته باشن، ناآرامی در خانه باشه، اینجوری که تکیه‌گاه بچه از دست رفته، خب باعث میشه که مشکل خود به فضای خانه نبره و در بیرون خانه سعی کنه حل کنه و حتی چه بسا مشکلات دیگه ای به کودک یا نوجوان ما پیش بیاد. پس این رو باید توجه داشته باشیم که از آرامش، از آثار آرامش همون صمیمیت در خانواده که فرزندان صحیح تربیت میکنن. خب حال فرزندان تنها مد نظر نیستن، مثلا فقط بگیم مخصوص به تربیت فرزندان باشه، حتی فضای آرام خانه روی همسر، مثلا زن و مرد نسبت به هم تأثیر گذار هست. ما این رو داریم که خانم ها زیاد احساساتی هستن و عاطفی تر هستن نسبت به مرد ها و این خانم در زندگی خودش نیاز به یک محبتی از جانب همسر و حتی از اولاد خود داره، چون این وقتی که از جانب اونها محبت ببینه، دلگرم‌تر به زندگی میشه و حتی مشکلات خانه رو و آرامی های خانه رو بسیار راحت تر حل میکنه. بسیاری از مشکلات اقتصادی یا بسیاری از کمبود امکانات، حالا مسائل زیاده در جامعه ما وجود داره که میتونه یک مادر با آرامشی که در وجود خودش داره اونا را کم کم حل کنه. ولی اگر برعکس، مادر اگر نارام بود، فضای خانه هم نارام میباشه. بسیار عالی، احسن. و حتی ممکنه این نارامی ها رو به فرزندان خود انتقال بدن که این فرزندان به خارج از خانه به جامعه بکشیده بشه و جامعه رو نارام کنن. وقتی مادر نارام باشه، بسیار اثرات زیاد آدم میبینن. خب اولادان نارام بار میاین، تحمل اولادداری و تربیت صحیح رو نمیداشته باشه، به هر حال او همسر و همسرداری رو درست به خوبی نمیتونه پیش ببره، کارهای منزل و امورات منزل نمیتونه پیش ببره. پس آرامش مادر بسیار میتونه اهمیت داشته باشه. مراقب مادرهای عزیز و همسران خوبتان در زندگی باشین. آرامش مادران و همسران شما آرامش همه زندگی و خانواده هست. حتی به جرأت میتونم بگیم وقتی زمان مادر خانواده آرامش داشته باشه، میتونه خود رو فدای در خانه کنه. یعنی به این حد بالا هست. یعنی حالا میگم فداکاری هایی که مادر میکنه، صبر و ایثار میکنه، برمیگرده به آرامشش. و متاسفانه بعضی از آقایون به این نکته توجه ندارن که خانم ها رو مثلا ابراز احساسات کنن، از نقطه عاطفی اونها استفاده کنن و بتونن این آرامش رو به اونها برگردونن و اثرات رو خودشان در زندگی ببینن. چون اگه لحاظ روحی و از لحاظ روانی یک مادر در آرامش باشه و ناآرام نباشه، میتونه و این اعتقاد رو داشته باشه که من به همسر خود تکیه کنم، همونطور که فرزند به پدر و مادر خود تکیه کنه. اینجا اگه یک خانم که من به آقای خود تکیه میکنم و مشکلات رو با او در میان میگذارم، مطمئن باشه مرد هم از او هم طرف یک زنی داره که همدل او هست، مایه آرامش اوه، حتی سنگ صبور یک مرد هست. بله بله. بلکه همه اگه
خدای نکرده اخلاها باشه، احساس و عاطفه رو دیگه از این مادر میگیره و حتی زندگی یک آقا ده ممکنه بیرون از خانواده بله. که داره کار میکنه و اینها و شغلی که داره به شغل او هم این اثرات خلای کمبود عاطفه زن به او آقا هم لطمه بزنه. خانم حسنزاده، آل بسیاری از برادرای ما شکایت میکنن، میگن که شما غیر دغم بانوان و خانما هستین، پس ما چطور؟ ما اجازه آرامش کار نداشته باشیم؟ مطمئنن گفتیم بله، دیگه اگه این آرام دو طرفه باشه، دو طرفه باشه. بله خیلی به نکته خوبی اشاره کردی، این آرامش دو طرفه باشد که بمانه و ما این رو به خود آقایان میگیم، اگه آرامش رو در زندگی خود میخوای به خانم توجه کنی. من یک نکته ظریفی هم بگم، خانم ها با یک کوچکترین ابراز عاطفه باعث میشه که آرام بشن و این احساسات اینا که مثلا خیلی هم در نفوذ داره برای فرزندان و اینها چیز بشه. ما گفتیم حتی یه خانم با او حرفایی که یک آقا ممکنه چند تا کلمه حرف رو در کلمات خود استفاده کنه، ولی همین چند کلمه میتونه یک خانم به حد ایثار و صبر رو اینها او رو کمک کنه. بله بله. و حتی فداکاری کنه یک خانم و این رو به نفع خود آقایون آخر بیان کنه و این صبر به قول شما در کل خانواده بین والدین و فرزند، بین زن و مرد کلا و آرامش باید دو طرفه باشه. بله. خب به هر حال برادران ما هم تلاش باید بکنن در بیرون از خانه و این تلاش و کوشش از اونا به آرامش بستگی داره. اگر آرامش فکری و ذهنی و جسمی داشته باشن، خب میتونن به خوبی تلاش کنن، کار کنن و به هر حال برای زندگی و تلاشی که برای زندگی خودشان میکنن با آرامش باید باشن. اگر آرامش نباشه خب نمیتونن تلاش کنن. احسن. خب دیگه از آثار آرامش در خانواده زیاد شدن ایمان در انسان هست. کسی که آرامش داره باعث میشه که ایمان او زیاد بشه و ما این رو در سوره فتح آیه 4 داریم که خداوند میفرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. میگه او کسی است که آرامش رو بر دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمان بر ایمانشان بیفزاید. یعنی خداوند اگه همونطور که آرامش رو به انسان میده، ایمان انسان رو هم زیاد میکنه. خب حالا میگن چجور که آرامش بر دلهای چنو مؤمنایی باید باشه که سبب زیاد شدن ایمان بشه، یعنی یک درجه ای داره بالا میبره انسان رو. ما میگیم این آسایش های برای زیاد شدن ایمان، این آرامش، این آسایش های چند ساعته که ما داریم اینها مد نظر نیست، یا چند روزه که ما داریم، یا حتی مثلا بعضی از خانم ها فکر میکنن آشپزخانهشان آب گرم باشه، یعنی اذیت نشن با آب سرد، این خودش یک آرامشه. ما میگیم نه، این سبب آرامش نیست. ممکنه انسان در رنج باشه، در مشقت باشه، در این حال احساس آرامش کنه، که ما کم افرادی نداریم از جمله حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که ایشان در یک روز، نصف روز، وقتی که 17 یا 18 تا از عزیزان خانواده خودشون رو از دست میدن و در این حال وقتی از اونها میپرسن چه دیدی در صحنه عاشورا، ایشان میفرمایند که ما رأیت الا جمیلا. یعنی من جز زیبایی چیزی ندیدم. این چی رو میرسانه؟ اون همه رنج و مشقتی که داره فرد و یک زنی که سرشار از عاطفه، احساسات هست، مادر هست، خواهر هست، عمه هست، یعنی کسانی عزیزترین افراد خودشون رو از دست دادن، میتونه که بسیار ناآرامی کنه. ولی در این حال میگن که من جز زیبایی چیزی رو ندیدم. هیچ این باعث میشه که ایمان فرد زیاد بشه. بله. اینو آرامش هست که در فرد باشه باعث میشه که زیاد بشه و این نهایت عشق و ایمانی که به خداوند این فرد داره. بله، یعنی یک انسان به تمام معنا وقتی راضی به رضای خداوند باشه، دیگه بر از او دیگه نارامی معنی نداره. در هر لحظه ای از زندگیش، در هر سختی و مشکلاتش، او راضی است به رضای خداوند و آرامش می داشته باشن. یعنی شرایط باعث نمیشه اصلا که این خودش ببازه.
و همین هم باعث موفقیت او هست. خیلی سخت ممکنه شرایط بحرانی ما داشته باشیم، مثلا اولاد مریض باشه، تو خانه نارامی باشه، مشکل اقتصادی داشته باشیم، مشکل امنیت داشته باشیم، اینها همه مسائل سختی هست و بسیار انسان رو نارام میکنه. ولی انسان وقتی که قلب مطمئنی داشته باشه و راضی به رضای خدا باشه، اینجا هست که میگیم ایمان او زیاد شده. ولی وقتی که میگیم نه ما آسایش داشته باشیم، آرامش داریم، این یک میتونه بگیم فرد ممکنه حتی بی ایمانی هست. چون انسانی که داشته باشه وقتی هم به مطمئنه، وقتی که آسایش رو نداشت ایمان رو هم نداره دیگه، میگه که من آرامش رو ندارم. پس این دید رو باید انسان خودش تغییر بده که مسائل رو جوری نگاه کنه که در هر شرایط باشه راضی به رضای خدا باشه و هرچه مشکلات زندگی خودش رو دیدش خود رو تغییر بده و این آرامش رو در خودش احساس کنه. بله. خب میان برنامه آماده نش داریم که تقدیم عزیزان بیننده میکنیم و بعد از او همچنان همراه شما و صحبت‌های بسیار خوب و زیبایتان خواهیم بود. انشالله. عزیزان بیننده تشکر و سپاسگزار هستیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودن. بسیار علاقه‌مند هستیم که شما عزیزان برنامه‌ریزی داشته باشین و تایم برنامه را در نظر داشته باشین و بیننده برنامه هر روز ما باشین. میان برنامه آماده نشر است که تقدیم شما می‌کنیم. برای عدالت می‌نویسم. نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنهای شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. با امید روزی نوشته می کنم که پیچکهای عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوش باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست‌های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می‌شوم. هزار آینه می‌روید به هر جا می‌نهی پا را، همین قدر است و می‌دانم هوایی کرده ما را. میان چشم‌هایت دیدم قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تصویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد. در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان میکنی. دریاها در رکودی و وسعت یک باور میمیرند و از دل دریاها مرداب ها جان میگیرند.
و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا، پولک های طلاعی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد می زنند: ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. خب عزیزان بیننده، با برنامه روشنا همراه شما هستیم و امید داریم که تا آخرین لحظات همراه ما باشین. اما در شروع برنامه ذکر گفتم که این ذکر میتونه باعث آرامش روحی و جسمی یک یک ما و شما عزیزان باشه. ذکر ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این ذکر وقتی که گفته شود بارها و بارها میتونه آرامش را در دلها و قلبهای شما عزیزان ایجاد کنه. پس فراموش نکنیم و ذکرها را در روزمره زندگی خود ما بیان کنیم. اما ادامه صحبت ها و گفتگوی خواهر خوما خانم حسنزاده، قبل از اینکه شروع کنیم، مثبت 964-780-255-40-13 نمبر واتساپی ما است. میتونین که از این طریق با ما در ارتباط باشین، صحبت کنین، گفتگو کنین، سوال پرسان کنین، مشاوره بگیرین و گپ ها و گفتنی های خودتان را برای ما بگوین. خانم حسنزاده عزیز، آثار آرامش در زندگی و خانواده موضوع امروز ما هست. خب بله، مطالبی که ما گفتیم تا اینجا در مورد اینکه آثار آرامش چه مواردی در خانه برای ما ایجاد میکنه، بله. گفتیم که باعث میشه که تربیت خوبی بین فرزندان باشه، محبت بین زن و مرد بیشتر بشه، و یکی از مطالبی که الان قبل از میان برنامه بیان کردیم، یکی سبب زیاد شدن ایمان در فرد میشه، بله. کسی که آرامش داشته باشه ایمانش دیگه سست نیست، دیگه حتی باعث میشه که به ایمان خودش کمک کنه، بله. و به درجه میرسه که با تلاش و کوشش در برابر اون مشکلات خودش پیروز بشه. دقیقا. و اما خداوند متعال مرتبه بالاتر رو برای این فرد در نظر میگیره که خداوند در سوره فجر آیه 27 تا 30 میفرماین: یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی چی؟ یعنی ای روح نفس مطمئنه، یعنی آرامش یافته، روح نفسی که آرامش یافته است، به سوی پروردگارت بازگرد. حتی خداوند اینجا دعوت میکنه به سوی خودش، روح نفسی که آرامش دارن، یعنی فرد آرامش داشته رو به سوی خودش دعوت میکنه. و خداوند متعال یک نوع ویژگی برای یک امتیاز قائل شده برای فرد آرامش داشته، یعنی فردی که آرامش داشته خداوند او رو داره ارزشش رو بالا میبره، یعنی بالاترین رتبه آرامش برای اون در نظر گرفته، چون میگه به سوی من بازگرد. بله. بازگشت به سوی خداوند، یعنی وقتی که به خدا رجوع کنی، یعنی کارها رو به خدا بسپاری، بالاترین مرتبه میتونیم بگیم. خب وقتی که این رو دعوت کرد به سوی خودش، ادامهش رو میفرماید که بهترین صفات رو برای او، حالات رو در نظر میگیره، یعنی راضیت هم مرضیه، یعنی خداوند از او خوشنود هست. چه خب این نصیب خیلی بالایی است، بله. که خداوند از انسان خوشنود باشه و ای هم از خدای خودش راضیه، یعنی دو طرفت این خوشنودی و رضایت در نظر میگیره. خب این رو ما میتونیم بگیم بالاترین درجه برای کسی است که روح و نفس او آرام است. خب اینجا هست که باعث شد میشه که ایمان انسان زیاد بشه، روحی انسان تقویت بشه، بله. و به درجات و کمال برسه و حتی در زندگی خوب به موفقیت هایی رو برسه. ما چقدر افراد داریم در زندگی خود، خب مشکل دارن، ولی او حلم و بودباری اونها که از آثار همون آرامش هست، اینها رو نمیذاره که باعث بشه که خود از دست بدن، ده. یعنی دلهوره در زندگی اینها ایجاد بشه، بلکه او آرامش درونی اونها باعث میشه که ای جلوی ای استراب گرفته بشه و او فرد آرامش درونی خود رو احساس کنه. بله.
بله بسیار عالی. خب این مرتبه بالای دیگه از آرامش رو گفتیم. خب ما این موارد در آرامش که بیان کردیم، آثار آرامش رو، در قرآن هم موارد زیادی داریم و نمونه عینی ما در اینجا از قرآن کریم اشاره میکنیم که به داستان حضرت موسی علیه السلام برمیگرده. خب همونطور که بینندگان عزیز متوجه هستن، در مورد تولد حضرت موسی، وقتی که ایشان میخواستن به دنیا بیان، در فرعون و فرعونیان باعث میشد که فرزندانی که به دنیا بیان باعث میشد اونا رو به قتل برسونن که فرزندی زنده نمانه که بعدا جانشین فرعون بشه. و مادر حضرت موسی برای نجات فرزند خود از چنگال فرعونیان به اذن خداوند تصمیم میگیرن که صندوقچه فرزند خودشون حضرت موسی رو قرار بدن و ای رو به دریا بفکنن. آره. به و خود وقتی که مطمئنا مادر هست، احساسات داره، عاطفه داره، برای ایو خیلی سخته که بخواد فرزند خود در دریا قرار بده و ممکنم در دل خود احساس کنه من دیگه هیچ وقت ممکنه این فرزند خود نبینم، چون یک فرزندی که تازه متولد شده قدرت او نداره که بتونه از خودش مراقبت کنه. ولی به وقتی که میخواد حضرت موسی رو به دریا مادرشون بندازه، دچار اضطراب و دلهوره میشن و اینجا از طرف وحی به اونها فرمان میرسه که به مادر موسی که ما فرزند تو رو دوباره به تو برمیگردانیم، یعنی هیچ تشویشی نداشته باش. اینجا او آرامشی است که مادر حضرت موسی در دل خود احساس میکنه. متوجه هستن مادر حضرت موسی که اگه من فرزند خود الان در دریا بفکنم و ای خود خدا به من قولش رو داده که فرزند من برمیگردانن، که آخرم میفهمم که به چه شکل به نحو زیبای خداوند او را سپورت و خاطرش جمع شد. خب آرامش قلبی حضرت مادر، همین حضرت مادر موسی، باعث میشه که خود حفظ نگهداری اسرار کنه. ما یک از آثار دیگه آرامش اینه که انسان باعث میشه که اسرار خود خود حفظ کنه. خب به هر کرکی نگه، چون آرامش داره دیگه، جزفزا نمی کنه به پیش هر کی شیش بشینه ناله کنه، جزه کنه، ناراحت باشه، نگه نگرنی. خب بگه درست. چون او آرامش داشته باشه باعث میشه که اسرار خود خود حفظ کنه. خب از طرفی هم همی باعث شد که آرامش حضرت مادر موسی باعث شد که آرامش خود خود حفظ کنه و این راز فاش نکنه، چون وقتی حضرت موسی رو به دریا انداخت، میخواستن از او دل و رو استراب شدتی که زیاد بود، میخواست مادر حضرت موسی ناله سر بده و این ناله سر دادن و جزفزا کردن و احیانا باعث میشد که جاسوسان فرعونیا متوجه شوند و این گزارش رو بدن و او فرزند رو از دریا بگیرن و به قصد برسانن. خب آیات سوره قصص آیات 7 تا 10 این نکته رو قشنگ داره، این داستان رو بیان میکنه و خود خداوند میفرماید سرانجام قلب مادر موسی از همه چیز جز یاد فرزندش خالی کردیم. یعنی فقط به یاد فرزندش بود. اگر دل او رو به وسیله ایمان امید محکم نکرده بودیم، نزدیک بود مطالب را فاش کند. یعنی ای ایمانی که داشت، امیدی که داشت که فرزند ما برمیگرده و او وحی که از جانب خدا بهش رسیده بود، باعث شد که این حقیقت رو درک کنه و آرامش رو در خود حفظ کنه و فرزند او نجات پیدا کنه. خب این عطای آرامشی که در این آیات سوره قصص داره خداوند متعال بیان میکنه اینه که حفظ اسرار و اون چیزی که انسان داره در زمان آرامش میتونه اسرار خود خود حفظ کنه. حتی شما مثلا فرض کنید یک فردی اسیر شده. خب وقتی در چنگ دشمن افتاده چقدر نگرانه، چقدر دلهوله داره. اگه این فرد آرامش خود رو حفظ کنه، باعث میشه که اسرار جنگی رو به افراد دیگه نگه و این خود آرامش باعث میشه که امنیت به خودی رو ایجاد بشه. یعنی نه تنها اینکه آرامش باعث امنیت بقیه میشه، بلکه امنیت خود از این هم حفظ میکنه، چون این اسرار رو باعث میشه که در خود نگه داره و اینا رو فاش نکنه و همه هم باعث حفظ جان او میشه. خانم حسن‌زاده، مثلا در داستان حضرت موسی که شما بیان کردین، مثلا خداوند آرامش به دل مادر موسی ایجاد کرد، درست؟ بله. مثلا ماها هم امکانش هست مثلا در بعضی از شرایط های زندگی که
احساس نارامی کنیم در وجود خود ما، خداوند مثلا او آرامش برای ما ایجاد کنه. بله. یکی خود ما باید تلاش کنیم. خود ما که ما در جلسات قبل گفتیم خود انسان باید تلاش کنه، ولی ما دعاهایی داریم که سبب ذکرهایی داریم که خودش آرامش رو برای انسان ایجاد میکنه. یا حتی ما داریم که فردی که واقعا نارام هست و مضطر است چیکار کنه، ما در جلسات قبل گفتیم بلند شه دو رکعت نماز بخونه. یعنی ما تلاش کنیم از خداوند بخواهیم که خداوند برای ما و آرامش ایجاد کنه و خداوند هم مطمئن باشیم که این آرامش رو در ما ایجاد میکنه. این نکته خیلی مهمی هست که انسان خودش از خدا بخواد. بعضی از چیزها رو ما از خدا نمیخواهیم و این دعا کردن یک رمزی بین خداوند و بنده خدا هست که خداوند میگه تو از من بخوا تا من اجابت کنم و این آرامش رو سعی کنیم ما هر روز از خداوند بخوایم. بله. خب میگن وقتی که آرامش انسان داشته باشه، یکی از دیگه از آثار آرامش اینه که بین رفتارش و شرایط تناسب برقرار میکنه. یعنی در شرایط سخت زندگی باعث نمیشه که ناآرام بشه، با توجه به نوع مشکل خودش راه حل خودش رو هم پیدا میکنه. مثلا همین حضرت مادر حضرت موسی رو که در داستانی که گفتیم که وقتی که فرزند خودش رو به رود انداخت، به این نتیجه براش حاصل شد بهترین شرایط، یعنی تصمیم گرفت که جزف فزح نکنه و او غم خودش رو علنی نکنه. بله. و این دل محکم و آرامی داشت باعث شد که در او شرایط سخت او تصمیم خوب رو بگیره. بله. و در او تصمیم موفق شدن و در او تصمیم موفق بشه. پس انسان وقتی کارها بر او سخت میشه سعی کنه آرامش خودش رو نگه داره، مانند حضرت مادر حضرت موسی، و از خداوند بخواد قلب او رو مطمئن و آرام گردانه که در او شرایط سخت بتونه تصمیمی خوب بگیره. این برای انسان خیلی نکته آموزنده است. ما نه تنها در این داستان حضرت موسی و مادر حضرت موسی که آرامش رو خداوند به اونها داد، ما خیلی در سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار داریم که جاهای خیلی سخت ایشان باعث میشد که آرامش خود رو حفظ کنن. حتی مثلا حضرت ابراهیم رو داریم که در اون شرایطی که یعنی بدترین شرایط که دیگه قرار دادن حضرت ابراهیم در آتش. درست. یعنی دیگه انسان در اون لحظه قرار گیره می هیچ امیدی در اون نداره. ولی ایمان و امید حضرت ابراهیم باعث شده از اون آتش تبدیل به گلستان بشه. پس انسان باید همیشه این امید و ایمان رو در خودش تقویت کنه. در هر شرایطی که برایش پیش میاد جوری نباشه که بگه من با آخر خط رسیدم. و جالب اینجه وقتی انسان ها این فکر بکنن که من با آخر خط رسیدم، تلاش هم نمی کنن دیگه. و اون ایمان خود خورم که از دست میدن و امیدی هم ندارن باعث میشن به سمت همو ناامیدی و عدم این به خاطر عدم ایمان و خودخواه ناامیدی بم سمت همو سقوط کنن. یعنی باعث میشه دیگه هیچ تلاشی در زندگی خود فرد انجام نده. یعنی ناامیدی باعث میشه که انسان به شکست ها، بدبختی ها و سختی ها بیشتر ببره. نتیجه گیری بسیار خوبی کرده. خب چرا باعث شده که آرامش انسان رو همونطور که نجات بده؟ به خاطر اینه که استفاده میکنه از انسان از حد اکثر توانایی خود. این هم از آثار آرامشه که انسان باعث میشه با او تلاش خود خود قابلیت هایی که در انسانه. ما به انسان ها فکر میکنیم هیچ، بعض انسان هایی که ناامید هستن فکر میکنه هیچ قابلیتی در اونها وجود نداره، در صورتی که انسان یک قابلیت هایی وجود داره، یک ظرفیت هایی در انسان وجود داره که حتی برای خودی هم قابل تصور نیست. و این رو چجوری میتونه اونها رو کشف کنه؟ به وسیله اینکه فکر کنه و آرام باشه که بتونه اونها رو به دست بیاره. برخلاف انسانی که دچار استرس و اضطراب هست و دلهوله داره، این دیگه برای هدف ها هیچ تلاشی نمیکنه و در رسیدن به اونها استقامت به خرج نمیده. خب ما علی مثلا ممکنه سال بشه اینها رو ما چجوری در یک خانه ایجاد کنیم؟ بله. چون همه استقامت، توانایی ها، استفاده از ظرفیت ها و در یک خانواده برای یک مادر خانه میتونیم مثال بزنیم. این است که یک مادر خانه با حرف هایی که میزنه، با جملاتی که انتخاب میکنه، ما جملات در خانه میتونه یک مادر استفاده کنه به دو گونه باشه. جملاتی باشه که همه از او استفاده میکنن.
خب این جملاتی که همه از او استفاده میکنن برای فرزندان همسر او زیاد جذابیت نداره. خب چون همیشه یا همین مثلا مادر خانواده یا از افراد دیگه اینا شنیدن، ولی مادر فکر کنه با فکر کردن خود. این هم لازم نیه که مادر حتما سواد آنچنانی داشته باشه، چون ذهن انسان جور طراحی شده با به سواد و اینها درست رشد پیدا میکنه، ولی در کل انسان با فکر کردن میتونه ذهن خود رشد پیدا بکنه، ذهن یک فرد روش پیدا کنه با تفکر. من الان وقتی که فرزندم میایه فکر کنه یک مادر، و این برای تک تک اعضای خانواده حال ما برای یک مادر مثال میزنیم، من الان فرزندم از راه میرسه، غیر از اینکه بهش بگم خدا قوت مانده نبشی، از مثلا رو کارهایی که کردی موفقیت آمیز بود یا نه، جملات بهتری برای او استفاده کنم. و به حال جملات بهتر استفاده کردن این مادر چی باشه؟ دعاهایی که در حق فرزند خود میکنه. و همه دعاها باعث میشه که فرزند از او، شاید خیلی مادرها بگن که دعاهای ما هیچ اثر نداره، نه، بهترین دعاهایی که یک مادر و پدر در برای فرزند خود میخواد در قالب تشویق او باشه. یعنی دعا کنه برای فرزند خود، همه که خیر ببینی بچه‌م، همین خودش چقدر میتونه هم تشویق باشه، عاقبت به خیر بشی، همه ارتباط سازی باشه، یک پیوند محکم را ایجاد کنه، و بسیار بسیار چیزای دیگر در پشت سر خود داره، در این حالی که یک دعای خوبی هم هست برای اولاد. یا عاقبت به خیر شدن چقدر دعای بزرگی است، که یا عاقبت به خیر شدن شاید یک کلمه مثلا ساده باشه، یک دعای خیر ساده، ولی میتونه چیز مثلا کار خیر انجام بدی، اهل صالح باشی، موفق باشی، همه اینها رو در بر داره با دعاهایی که در حق اولاد میکنه. و حتی میتونه با همین دعاهای خود خود یک نوع موفقیت رو برای او ایجاد کنه، و او در خود تلاش ایجاد کنه برای موفقیت هایی که انشالله در آینده بسته. انشالله امیدوارم که تمامی بیننده های عزیز ما، هموطنان خوب ما، با ایمان به خدایی که دارن و تلاش و کوشش که دارن، سعی کنن که در درجه اول آرامش خودشان رو حفظ کنن، و این آرامشی که در وجود خودشان به وجود آوردن کم کم بتانن در محیط خانواده و در جامعه ایجاد کنن، و یک اعضای خانواده باعث آرامش جامعه میتونن باشن. تشکر میکنیم خانم حسن‌زاده از صحبت‌های خوب و زیبایتان. امیدوار هستیم که یک بیننده های خوب ما بتانن از این صحبت‌ها به خوبی در زندگی خودشان رو استفاده کنن و عمل کنن، چرا که یک اینها باعث میشن که زندگی شما پر از محبت، صمیمیت، آرامش و پر از امید به زندگی شوند. تشکر و سپاسگزار از خانم حسن‌زاده عزیز و شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوار هستیم که در روزهای آینده هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشین. با اتفاق کارشناس محترم برنامه از حضور یک شما عزیزان خدافظی میکنیم و امیدوار هستیم که در نماز اول وقتتان ما را دعای خیر فراموش نکنین. خدا یار و نگهدار همه ایتان. صلوات الله سلام الله علیک یا